بهترین دانشگاه های آزاد برای رشته معماری رو توی این ویدیو بهتون معرفی میکنم پس تا آخر ویدیو حتما حتما با همراه بشین سلام آشان استایی خوبم من علی رزام اینجا کم آکام ویدار خیلی خیلی خوش ندید به این ویدیو توی این ویدیو میخوام بهتون بهترین دانشگاه های آزاد صرفاً برای رشته معماری رو معرفی بکنم بهتون ملاک های ما برای قرار دادن این دانشگاه ها به عنوان بهترین دانشگاه هم اول از همه تقام چه گفت اساتیدی که توی اون دانشگاه دارن تدریس میکنن سطح علمی اون دانشگاهی هستش که معرفی میشه فارغ و تحصیلانی که از این دانشگاه ها بودن الان کجا رو چی کار میکنن و در نهایت نظم و کلا اون دیسیپلینی که اون دانشکده معماری اون دانشگاه داره رو ما توی این ویدیو با هم بررسی میکنیم اینم بگم که من خودم به شخصه این دانشگاهی که میخوام بگم تو سه تاشون بودم چندین تر و حداقل از سه تاشون خیلی کامل اشراف دارم این نکته باز بگم که من فقط تو این ویدیو دانشگاه های آزاد تهران رو بررسی خواهم کرد دانشگاه دولتی رو خیلی در جریان نیستم که چه اتفاقاتی داره توش میفته ولی رو کامل تهران میدونم چه خبره توشون پس حتی نه قبل از اینکه سراغ ویدیو کانالمون اگه سابسکرایب نکردید این کارو انجام بدید خیلی خیلی ما کمک بکنید ویدیو خوشتون اومد لایک بزنید و نظرتون رو توی کامنت بنویسید یه نکته دیگه هم بگم بچا برای اینکه توی رشته معماری شما بخواید رندر خوب و کیفیت بگیرید نیاز بند آبجکت با کیفیت هستید سایت دانلود آبجکت ویدارت ویژن رو اگر چک نکردید تا حالا حتما حتما یه سر بزنید یه چک بکنید آبجکت های بسیار با کیفیت و روز دنیای سی ما توی سایتمون قرار دادیم صحنه آماده های خیلی با کیفیت تقریبا هر صحنه آماده ای که بخواید چه داخلی چه خارجی میتونید توی سایت ما پیدا بکنید همینطور تکسچر های مختلف برای ساخت متریال های با کیفیت همه اینها رو میتونید از توی سایتمون دانلود بکنید پس اگر چک نکردید تا حالا سایتمون رو حتما حتما, حتماً میام می سر به سایتمون بزنید خب بیشتر وقتتون نگیرم بریم از آخر بیاین بالا من چند تا رده بندی کردم شیش و دانشگاه هایی که چون چند تا دانشگاه تو این رده شما میتونید انتخاب بکنید برای اینکه رشته معماری رو توشون شروع بکنید به یاد گرفتن چند تا دانشگاه ها آزادی که توی اطراف تهرانن و خیلی به نظرم تفاوتی دیگه با هم دیگه نمیکنه انتخاب اینا دیگه فکر کنم ولی کسی باشه که مثلا رتبهش به اندازه کافی مناسب نبوده یا که مثلا خیلی خیلی نزدیک محل سکونتش هست یکی از مهمترین ملاقات انتخاب دانشگاهتون ب مسیرتونه حتما حتما به فاصلتون بین محل زندگیتون و دانشگاهتون توجه بکنید اما میگم شیشمین دانشگاهی که میتونید استفاده بکنید دانشگاه سفادشت ویروسکوه دماوند ربات کریم و اسلام شهر. اینها دانشگاهی هستن که اگر میگم حالا رتبتون خیلی مناسب نشده یا محل زندگیتون خیلی مثلا نزدیک هست بهشون و اینا میتونید انتخابشون بکنید اما اینا دانشگاه آزاد که تو رده آخر رنکینگ بهترین دانشگاه های آزاد رشته معماری قرار میگیرن اما پنجمین رده ای که میخوام بهتون بگم بین دانشگاه های آزاد رودهن و دانشگاه آزاد یادگار امام شهر ری هست یه ذره اگه توی حالا تهران مرکز یا سمت غرب و اینا باشید حتی شرق و سه یادگار رفتن سمت این دانشگاه براتون ممکنه که مشکل باشه یعنی علاوه بر اینکه کلا این که کلن دانشگاه دورن به اکثر افراد به غیر از کسی که حالا سمت جنوب و سمت شرق هستن خیلی من بین رفیق و که بودن توی این دانشگاه ها چیز خاصی نشیدم ازشون یعنی اونقدر راضی نبودن چه از لازم اساسی که دارن توش تدریس میکنن چه از لازم اینکه مثلا دانشگاه همه چیش رو اصول و اینها بخواد پیش بره همین این دو تا دانشگاه رو توی رده پنجم به طور رقم رود هن و یادگار امام اما چهارمین رده بین دانشگاه های آزاد معماری میرسه به دانشگاه آزاده دو سمت تهران دانشگاه آزاد تهران غرب و دانشگاه آزاد تهران شرق این دو دانشگاه آزادم من خودم توی یکی از این دو دانشگاه تجربه داشتم که درس بخونم واسه سه ترم و اینکه از لحاظ سطح علمی تقریبا میشه گفت این دو تا دانشگاه توی یه سطح هن و اصلا یک سری اساتیدی که ما توی یکی از این دانشگاه داشتیم دقیقا توی یکی دانشگاه هم یک سری ها یعنی مثلا یه دونه دوتا نه چند تا از اساتیدی که ما توی یکی از این دانشگاه داشتیم تو اون یکی هم داشت تدریس میکرد و میپرسیدیم ازشون گفتن که خیلی تفاوتی با هم دیگه نداره اساتید تقریبا میشه گفت همون جوری تو همون لولن و اینکه هر دو دانشگاه تقریبا میشه گفت دانشگاه, دانشگاه های, دانشگاه های یعنی جوری داره که مثلا کارشون دارن انجام میدن بچه هاشون می در یه سطح هم واسه همین این دو تا دانشگاه با هم دیگه توی یه رده قرار میگیرن اگر اولویتتون انتخاب یک دانشگاه برای رشته معماری هست بین این دو تا دانشگاه به نظرم مسیر رو انتخاب بکنید تهران غرب که روبرو رو تقدم گفت تیراژ است تو اتوبان اشرفی اصفهانی تهران شرق قبلا توی قیامدش بود الان اومدن سمت مرکز تهران سمت چهار کالج کالجن اگه اشتباه نکنم پس میگم بین این دو تا دانشگاه اولویتو بذارید رو مسیر هر کدوم که نزدیکتر بهتون به نظرم میتونه براتون انتخاب بهتری باشه اما انتخاب سومتون میتونه دانشگاه آزاد تهران شمال باشه که توی حکیمی است باز اگر اشتباه نکنم من خیلی از دوستام توی این دانشگاه رشته معماری خوندن چیزی که از لحاظ سطح علمیش من شنیدم به نظر دانشگاه بعدی نمیاد منتهی از بقیه دانشگاهی که تا الان گفتم یه کوچولو ممکنه سطح تحصیلش بالاتر باشه یعنی اون صد حسابی یا دارن توش تدریس میکنن و نظم و اصولی که توی خود گروه همین دانشگاه هست به نظر از بقیه دانشگاه ها بهتر میاد میگم من خودم تجربه درس خوندن تو تهران شمال نداشتم منتهی از خیلی از دوستام شنیدم یه جوری هم صفر و صدی من شنیدم که مثلا بعضی اونها خیلی بده بعضی اونها خیلی خوبه ولی باز هر چی که باشه از بقیه دانشگاه که تا الان گفتم بهتر واسه همین توی رنکینگ سوم قرار میگیره البته که اگر سمت غرب تهران ساکن هستید باز هم یعنی عنصر مسیر خیلی عنصر مهمیه شما اگر بخواید کارشناسی توی این دانشگاه ها بخونید چهار سال بعد یه مسیر ثابتی رو برید و بیاید مثلا میگم اگه سمت غرب تهرانید، رفتن به حکیمیه کار خیلی آسونی نیست. پیشنهاد می‌کنم مثلا همون تهران قرار رو بزنید. ام. اگر رتبه لازم برای قبولی توی دانشگاهایی که از الان باید میخوام بگم رو ندارید. اما رنگ دوم میرسه به کدوم دانشگاه ها؟ دو تا دانشگاه ها توی این رده قرار دادم به خاطر اینکه واقعا نمیشه یکیشونو بالاتر گذاشت، یکیشونو پایین‌تر. جفتشون به نظرم توی یه سطحن. دانشگاه آزاد علوم تحقیقات و دانشگاه آزاد تهران جنوب این دو تا رشته معماری واقعا میشه گفت خیلی تفاوتی با همدیگه ندارن یکیشون یه مزیت خیلی خوب داره یه ای بسیار بزرگ اون کم همینطور بهتون میگم که چیه دانشگاه حاضر تهران جنوب توی میدون فلسطینه قشنگ مرکز شهره رفت آمدش خیلی راحته یعنی شما هر جای تهران باشید میتونید راحت به این دانشگاه دسترسی داشته باشید مسیر خوبی داره دانشگاه آزاد علوم تحقیقات ولی نه دیگه شمال غرب تهران سمت منطقه حصارک خیلی ممکنه که مسیرش براتون مشکل ساز بشه من تو جفت این دانشگاه ها تجربه درس خوندن داشتم هم توی جنوب هم توی مرکز کارشناسی تو جنوب بودم ارشدم توی تحقیقات از لحاظ سطح علمی اگر بخوایم در نظر بگیریم میشه گفت یک مقدار با اختلاف خیلی کم ها تحقیقات یه ذره از لازم سطح علمی بالاتر اساتیدی که دارن توش تدریس میکنن اساتید مجرب تری به اصطلاح منتها یه عاملی که داره همین مسیرشه من که کلا رفت آمده این دانشگاه خیلی آسون نیست شما برای رفتن مثلا سر کلاس یه پروسه خاصی رو باید بکنید در که تهران جنوب دقیقا برعکسشه شما تاکسی و دم در دانشگاه پیاده میشی پاتو میذاری داخل ساخته و میری سر کلاس پیاده شدن از ماشین و رفتن سر کلاست نهایتا ممکنه پنج دقیقه طول بکشه ولی توی دانشگاه تحقیقات بیاده شدن از باشین رفتن سر کلاس حداقل ممکنه نیم ساعت طول بکشه اما گفتم سطح علمی تحقیقات یک کوچولو ممکنه به به تهران جنوب یه مزیت که تهران جنوب داره اینه که توی دانشگاه تهران جنوب چون کل دانشکده معماریش توی یه ساختمونه همه ی افرادی که شما ممکنه کار داشته باشید با هایتون افراد گروهتون مدیر گروه کارشناس گروه اینا همشون توی همون ساختمونن و همیشه هستن یعنی نظم خیلی خوبی داره دانشگاه تهران جنوب دانشگاه تحقیقات هم نیست جای دیگه باشن و تو همون ساختمونن که شما درس میکنید حالا چند تا ساختمون داره ولی یه ذره نظم خیلی خوبی نداره واقعیت یعنی با افراد گروهتون کار داشته باشید قشنگ باید کارتون رو یه چند وقت حساب باز بکنید چون به راحتی کارشون انجام نمیشه در که تهران جنوب دقیقا برعکس هر موقع کار داشته بشی بری مسئولین هستن و کارات رو پیگیری میکنن کلا تهران جنوب خیلی کوچولو موچولوتر و خودمونیتر و اینجوری هست منتها تحقیقات نده یک دانشگاه واقعا خیلی بزرگیه شما از این دانشگاه بخوای بری دانشگاه یا دو سوارشی 20 دقیقه مثلا طول میکشه که از یه دانشکده بری دانشکده دی دیگه ولی تهران جنوب میگم خیلی کوچولو و جمع جوره مزایا و معایب به جفتشون رو بهتون گفتم این دیگه دست خودتونه که کدومی که از این دوتا رو بخواید انتخاب بکنید اما بهترین دانشگاه رنگ یک دانشگاه آزاد رشته معماری توی تهران دانشگاه تهران مرکزه دانشگاه آزاد تهران مرکز که دانشکده معماریش توی بزرگراه و اشرفی اسفانی از همون چاره پونکه از لحاظ سطح علمی و از لحاظ فارغ و تحصیل هایی که داشته این دانشکده میشه گفت بهترین دانشکده معماری توی دانشگاه های آزاد داخل تهران هست حالا سطح علمیشو رو بذاریم کنار یعنی مثلا اون سطحی که اساتید دارن توش تدریس میکنن رو بذاریم کنار چون ممکنه با همون تهران جنوب علوم تحقیقاته برابر باشه منطقه یه نکته که هست به تهران مرکز که تقریبا تبدیل کرده به بهترین دانشگاه معماری آزاد تهران سطح بچه هایی که دارن توش درس میخونن یعنی سطح بچه هاش چون یه ذره جا افتاده این اصطلاحه که این دانشگاه دانشگاه بهتریه بچه ها با رتبه های بالاتر با رتبه های بهتر واسه این دانشگاه اقدام میکنن و خب در نتیجهش رقابت توش سنگین‌تره، سخت‌تره و اگر میخواید که شما خودتون رو بسنجید یه چالشی براتون باشه که با خوب توی دانشگاه آزاد رقابت بکنید این دانشگاه میتونه تقریبا براتون بهترین گزینه باشه میگم هم سطح علمی اوکی و مناسبی داره هم از لحاظ نظم ترتیب دانشگاه خوبی پاسخگو هستن مسئولینش من خیلی از دوستان تهران مرکز بودن خدا هم چند نفر دفع حالا بیشتر به عنوان مهمان و اینکه از حق نگذریم هم انصافاً از بهترین معمارانی که الان توی مملکت خودم دارن فعالیت میکنن هم فارغ تحصیل همین دانشگاه هستن یعنی خیلی از اسامی معروفی که من اسم نمیبرم الان دارن فعالیت میکنن توی رشته معماری همین تهران مرکز درس خوندن میگم واسه همینه که بچه هایی که واسه اینجا چی میگن آفر پر میکنن یا اقدام میکنن به درس خوندن تو اینجا یک کوچولی سطحشون بالاتر شاید باشه و این باعث میشه که سطح علمی اون دانشگاه خوب به نسبت بالاتر بره دیگه هرچقدر بچه ها قوی تر باشن توش در نهایت خیلی خیلی هم که تا اینجا ما همراه بودید اگر از این قبیل ویدیوها میپسندید حتما حتما تو کامنت ها بگید که بیشتر براتون بسازیم از ویدیو اگر خوشتون اومد لایک بکنید و کانال ما رو حتما حتما سابسکرایب بکنید خیلی خیلی ممنونم که تا اینجا همراه بودید تا یک ویدیو دیگه شما رو خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدار